آقای هاشمیان، چقدر امکان داره که اسرائیل که هنوز درگیر جنگ در غزه هست وارد جنگ دیگری بشه با لبنان این بار؟ این احتمال قویه در حال حاضر به خاطر اون اصراری که حزب الله اولا بر ادامه موشک پرانی و پهپاد پرانی بر ضد شمال اسرائیل داره انجام میده و دوم به خاطر اینکه قطعنامه 1701 سازمان ملل و شورای امنیت که در مورد جنگ 2006 بوده رو کاملا رعایت نمیکنه. طبق این قطعنامه نیروهای حزب الله حق ندارن در مرز اسرائیل باشن، بلکه بایستی پشت خط رودخانه لیتانی باشن. منتها اینو الان رعایت نمی کنه و بنابراین احتمال این که جنگ شکل بگیره وجود داره و روز به روز همین احتمال داره قوی تر میشه. منتها یه سری مسائل رو اینجا باید در نظر گرفت. مسئله اول این که تحولاتی که در غزه داره اتفاق میفته، یعنی در واقع اسرائیل به شکلی اعلام کرده که اون جنگ های گسترده در غزه یا جنگ های شدید ممکنه پایان پیدا کنه و در واقع اسرائیل وارد یک مرحله جدیدی از جنگ بشه. این مرحله احتمالاً شامل حملات زمینی نخواهد بود، منتها کنترل گذرگاه ها، کنترل بخشی از مرکز غزه به طوری که ارتباط شمال و جنوب رو کنترل کنه، اینها رو در دست اسرائیل بگیره و مهمتر از همه حملات نوعی انجام بدن برای آزادی گروگان ها. و طبق اون کاری که اخیراً هم انجام دادن و چند تا از گروگان‌ها را آزاد کردن، منتها در اون سو یعنی در جبهه لبنان هم گفتگوها ادامه داره. آقای هاپستاین هم چندین بار به لبنان رفته و چیزی که من میخوام به صحبت سرکار خانم آریان اضافه کنم اینجا این که هاپستاین همیشه با نبیه بری دیدار. میدونی که الان در لبنان ما پارلمانی به اون صورت نداریم، کشور نه رئیس جمهور داره نه نخست وزیر داره، پارلمانش هم تشکیل نمیشه. منتها سوال اصلی این که چرا هاپستاین هر گاه که به لبنان میره در واقع با نبیه بری دیدار میکنه. در واقع جواب این سال اینه که آمریکا از طریق نبیه بری داره مذاکرات غیر مستقیم با حزب الله انجام میده، یعنی در واقع هر دفعه که اونجا میرن این مذاکرات انجام میدن. نتیجه این مذاکرات اینه که اگر مثلا اسرائیل جنگ غزه رو تموم کنه، اسرائیل ممکنه حزب الله ممکنه حملاتش رو پایان بده. همچین فرمولی مطرح شده قبلا، دوباره مطرح شده، برای اینکه چقدر عمل خواهد شد این به خیلی از شرایط بستگی داره که اینجا تحمل و صبر اسرائیل هم داره تموم میشه. خب رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده به اسرائیل گفته که حزب الله خیلی اهمیت داره برای جمهوری اسلامی. چرا حزب الله لبنان بیش از هر کدام از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی برای این حکومت اهمیت داره؟ حزب الله وفادارترین گروه به علی خامنه ای است. کارهای اطلاعاتی، جنگی، ترور و بسیاری از مسائلی که دیگر گروه‌ها انجام نمیدن، اینها انجام میدن برای علی خامنه ای و رژیم جمهوری اسلامی. و من یه تجربه رو به شما بگم، در سال 2009 که من در ایران بودم و با این شبکه‌های خارجی صحبت می‌کردم، شبکه‌های خارجی حق نداشتن در دفاتر خود در واقع اونجا با کسی مصاحبه کنن، باید میرفتن در داخل صدا و سیما. در سال 2009 که اون جنبش سبز شکل گرفت، در واقع وقتی من میرفتم اونجا تمام بازرسی ها و تمام کنترل صدا و سیمای جمهوری اسلامی دست حزب الله افتاد. یعنی این به این معنی است که آقای خامنه ای و جمهوری اسلامی به سپاه پاسداران اعتماد نداره در اون سطحی که به حزب الله اعتماد داره. حزب الله کارهای آموزشی براشون انجام میدن. در واقع تمام این گروه هایی که در منطقه هستن و پخشن، اینا ابتدا قبل از اینکه با تحت آموزش سپاه قرار بگیرن، تحت آموزش حزب الله قرار میگیرن. و در مقابل جمهوری اسلامی هم در واقع کلی به اینها میرسه. بیشتر کادر درجه اول حزب الله در تهران و شرایط ایران خونه دارن، هر کدومشون بیش از $10,000 حقوق میگیرن و بسیاری از مسائل دیگه. و بنابراین مهمترین در واقع گروه ایدولوژیک وفادار به خامنه ای همین حزب الله لبنان.
خب حدود 2 دقیقه فرصت داریم. با اینکه این همه هشدار در مورد امکان جنگ با لبنان وجود داره، حزب الله هم میدونه با اینکه توانش خیلی قوی تر از حماس هست طبق گفته مقامات امنیتی، اما چرا داره همچین ریسکی میکنه و به راکت پرانی خودش ادامه میده وقتی میدونه ممکن هستش که این جنگ باعث نابودی لبنان بشه؟ من فکر میکنم که حزب الله فکر میکنه که اسرائیل این ریسک رو نمیکنه که حمله بشه و بیشتر دنبال بالا بردن بازدارندگی قدرت خودش و مانور خودش و انجام کارهایی در این سطحی که ما الان شاهد هستیم، اما فکر نمیکنه که ممکنه جنگی رخ بده و به همین خاطر ایالات متحده داره به حزب الله هشدار میده که ما اگر اسرائیل اراده جنگ پیدا کرده بخواد به شما حمله کنه، ما نمیتونیم جلوش رو بگیریم. از این نظر من فکر میکنم محاسبات حزب الله اینجا ممکنه اشتباه در بیاد و اسرائیل ممکنه حمله کنه و در واقع ممکنه برای چند روز یا چند هفته حزب الله بتونه مقاومت کنه، چون که حدود 150 هزار موشک داره، کلی پهپاد داره، ولی در نهایت در این جنگ شکست خواهد. سپاسگزارم از شما. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب از واشنگتن، پایتخت آمریکا.